اولی که شرکت سالم به فعالیت خود ادامه خواهد داد صرف نظر از تهدید و هر گپ دیگه، ولی یکی زیربنایش متضرر میشه در این شک نیست. ما یک جلسه بسیار کوتاه، حداقل یک گفتگوی بسیار کوتاه با شورای امنیت ملی امروز صبح داشتیم، اونا هم تماس گرفته بودن. همیشه جلسه سلام جریان داره به خاطر تدابیر امنیتی که در کجا ما چطور بتونیم اقدامات جدی را روی دست بگیریم تا هم از یک طرف جان کارمندا و از طرف دیگه زیربنای سلام مسئول باشه. این موضوع رو ما بسیار جدی گرفتیم، شورای امنیت ملی و نهادهای امنیتی هم در قسمت کار میکنن. امیدوار هستم که ما هم زیربنا از طرف دیگه پرسنل سلامه بتونیم مسئول داشته باشیم. بر بنیاد اعلامیه وزارت مخابرات قرار است که شرکت دولتی سلام به عنوان نخستین شرکت با سیستم ریال تایم وصل شود. سوالی است که اگر تا حال شرکت ها با این سیستم وصل نبودند، پس پول مالیات مردم چگونه و با چه شفافیت جمع‌آوری شدند؟ تا حال سیستم یک سیستم غیر ماشینی است، البته یک هیئت متشکل از اعضای وزارت مخابرات، وزارت مالیه و اطرا با هم یک جا از این نظارت میکنن. جمع‌آوری محصولات به صورت شفاف صورت میگیره، ولی در بعضی موارد اگر مشکلاتی وجود داشته تفتیش شده که در گذشته یکی از شرکت ها جریمه شده بود و یکی از شرکت ها هم فعلا تحت بررسی قرار داره. نظارت فعلی نظارت جدی است، ولی بدون شک یک سیستم اتومات ماشینی هنوز نیست. درباره درآمد دولت از پول مالیات کردیت کارت ها بگوین که سالانه چه مقدار پول از این راه گذر وارد خزانه دولت میشه؟ به صورت اوسط در حدود 5 تا 6 میلیارد افغانی سالانه عواید حکومت را تشکیل میده. خیلی از مردم درباره کیفیت پایین خدمات اینترنتی و قیمت بلند خدمات شکایت دارن. هرچند چند وقت پیش وزارت مخابرات قیمت اینترنت از 96 دلار در هرمبی به 60 دلار کاهش داد، اما هنوز هم این نرخ تقریبا 5 برابر قیمت اینترنت در کشورهای همسایه است. حکومت چه برنامه‌ای دارد که قیمت دوگان پایین تر بیاره؟ ما یک ام بی فی ثانیه اینترنت در گذشته قبل از اینکه ما بیم 15 دلار خریداری میکردیم، حالا 6 دلار شده قرارداد جدیدش، و تا کابل وقتی میرسه بدون شک مصارف زیربنا فایبر اینا بالای شلوه میشه. قیمتی که باز ما مفروشیم به شرکت های مخابراتی در حدود نزدیک به 40 دلار است، و ولی وقتی او پس به مردم فروخته میشه قیمت به مراتب بلندتر است که بدون شک با شرکت های مخابراتی در قسمت ما در جریان گفتگو مذاکره هستیم که اگر بتانیم دیگه هم ما قیمت پایین بیاریم. در ضمن از او اگر شرکت ها بتانن در قسمت شرک سازی زیربنا با هم کار کنن و قیمت تمام شد به خود از اونها پایین شود تا بتانن به مردم قیمت پایین تر عرضه بکنن. همچنین در قسمت کیفیتش ما تانستیم شرکت های مخابراتی را اجازه بدیم به صورت مستقلانه بتانن هم اینترنت خریداری بکنن از بیرون به صورت عمده و هم شبکه فایبری خودشان نداشته باشن. وقتی شبکه فایبری خودشان می داشته باشن هم کیفیت بلند میرم قیمت پایین میاد. واسه یک مقدار نگرانی ها درباره مسئولیت اینترنت هم وجود داره. افغانستان بخش از اینترنت مورد نیاز خود از پاکستان وارد میکنه و نگرانی ها از مسئول نبودن اینترنت وجود داره. همزمان با این چند سال پیش گزارش های پخش شد که مکالمات تلفنی هم در افغانستان شنود میشده. میخوایم بپرسم که آیا استفاده از اینترنت و همچنان مکالمات تلفنی در افغانستان مسئول هستند؟ در قسمت مسئولیت شنیدن مکالمات براتون گفتم میتونم که از بیمارد نمیشنم اصلا هر کسی، مگر اینکه به اصطلاح موارد خاص وجود داشته باشه و محکمه فیصله کرده باشه و مراجع به عدلی قضایی تصمیم گرفته باشه، غیر از او صدا شنیده نمیشه. پهلوی از او در قسمت که اکثریت موارد پس برمیگرده موضوعات امنیتی و موضوعات به اصطلاح عدلی قضایی، ولی به صورت عموم همیشه شنیده نمیشه صدا. قسمت مسئولیت اینترنت سایبر سکیوریتی یک از اولویت‌های بسیار مهم ما است. ما حتی به خاطر از اینکه ترافیک دیتا یا به اصطلاح معلومات یا بندویت یا اینترنت به بیرون از کشور نره، اداره را یا یک بخش را بنام نکسا ساختیم که مکالمات و به اصطلاح تبادل ایمیل داخل افغانستان صورت بگیره، بیرون از سرحدهای افغانستان نره. ولی باز هم در نهایت براتون بگیم که طرحی را که ما آماده ساختیم برای طرحهای منطقی است، ولی به صورت قطعی فعلا گفتن نمیتونم که حتما و 100% تمامی به صورت کل مسئول هستیم.
ولی اقدامات خوب صورت گرفته در قسمت. بله. و قبلا در ولسوالی های دوردست خدمات موبایل از طرف شب قطع می شد، اما آلی موزل حتی به شهرها کش داشته و همکنون در شهر مزار شریف، قندوز، ترینکوت و چندین شهر دیگر از طرف شب خدمات موبایل قطع می شد. وزارت چه اقدامات دارد و چه برنامه های است که خدمات مخابراتی 24 ساعت فعال بمانند؟ شرکت سلام که مسئولیت مستقیم ماست، ما هیچگاه خاموش نکردیم. همیشه گچ فرق میکنه، اون شرکت حکومتی است ولی بازم همیشه فعال بوده. در قسمت شرکت های دیگه که شرکت های خصوصی است، اولی که بدون شک اونا با تهدید امنیتی مواجه هستند، ولی که باز چقدر به تهدید امنیتی اعتنا میکنن یا به گپ دشمن افغانستان به اصطلاح گوش میدن و راستی خاموش میکنن، او یک موضوعی است که در گذشته مطرح شده. قوانین و مقررات واضحی در قسمت چگونگی فعالیت و نظارت از فعالیت شرکت های مخابراتی وجود داره. منافع ملی افغانستان و منافع به اصطلاح سایر منافعی که به دور منافع ملی میچرخن از قبیل موضوعات امنیتی، او هم به اصطلاح واضح هست. به این معنا که شرکت مخابراتی که تصمیم میگیره خاموش بکنه، از یک طرف وظیفه حکومت است امنیت را تامین بکنه، ولی از طرف دیگه شرکت به تهدید دشمن اعتنا میکنه، او هم کار درست نمیکنه. بر صورت یک راه حل جامعه و بنیادی برای ازی باید سنجیده شود. اگر وصف در مورد کار وصل افغانستان با فایبر نوری ببین که به کجا رسیده؟ کار بسیار جدی جریان داره. البته شبکه حلقوی فایبر نوری تقریبا مکمل شده. ما به زودی به یک چهارراه یا به اصطلاح گذرگاه ترانزیت دیتا یا اینترنت تبدیل خواهد شدیم. یکی دو قسمتی که باقی مانده، یکی طرف زرنج دلارام است که او تحت بررسی قرار داره. امیدوار هستم که از شرکت های خصوصی یا افغان تلکام بتونه در او سرمایه‌گذاری بکنه و یا هم بانک جهانی سبسیدی تهیه بکنن. قسمت دیگهش طرف دهلیز واخان است که به طرف چین برای وصل میکنه. البته او شبکه رای ابریشم تقریبا نهایی شده و همچنان شبکه دیگه که طرف آذربایجان اروپا میره. این دو سه شبکه که باقی مانده اینا هم نهایی خواهد شد، ولی حالی هم وصل شده ایم با پاکستان و طرف به کشور تاجکستان و ترکمنستان و چین از طریق رای ابریشم ما وصل هستیم و پیشرفت خوب صورت گرفته در قسمت، هم به سطح منطقی هم به سطح داخلی و ملی و کشوری. تشکر. و به عنوان آخرین پرسش، وصف شما در جریان هستین که به خاطر کیفیت پایین انترنت و قیمت بلند کمپاین زیر نام اترا کجاست از چند است آغاز شده. سوال من است که از دید وزارت مخابرات آیا اداره اترا یک اداره ناکام است؟ کامیابی و ناکامی اداره را قضاوت چه مردم میکنه و تعیین کننده شم سطح کیفیت خدمات و قیمتش است. و در قسمت من نظر خاص نمیتونم، ولی موضوع بسیار جدی است. مسئولیت اترا هم است، ما هم سهم خود میگیریم. کمپین اترا کجاست؟ البته همیشه ما استقبال میکنم کمپاین ها را، همیشه استقبال میکنم چنین حرکت ها را، ولی به نظر من اگر بحث ما تکنیکی و منطقی باشه همیشه خوب کمک میکنه. اگر دوستایی که در اونجا هستن بسیار منطقی و تکنیکی بحث میکنن، ولی مشکلات اگر از بنیاد حل نکنیم تنها کمپاین نمیتونه کیفیت خوب کنه، از طرف دیگه اترام به تنهایی نمیتونه مشکل حل کنه.